یک سازمان اسلامی در هلند برای همخوان کردن قوانین اسلامی مربوط به ذبح حیوانات با مقررات اتحادیه اروپا در این زمینه روش تازه‌ای برای ذبح حلال پیشنهاد کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مجادله درباره تناقض قوانین اتحادیه اروپا در زمینه ذبح حیوانات با اصول ذبح حلال بالا گرفت. بر همین اساس استانداردهای تازه‌ای تدوین شد که در آن هم اصول اسلامی رعایت و هم به قوانین اروپایی عمل می شود. هدف از این طرح ذبح حیوانات بدون وارد کردن شوک الکتریکی قبل از ذبح است. در این روش اجازه داده می شود که 40 ثانیه پس از بریدن گردن حیوان به او شوک داده شود تا کمتر درد بکشد. این استاندارد از سوی سازمان اسلامی که رابطه بین دولت هلند و جامعه مسلمانان این کشور و صاحبان صنایع مربوطه بوده ارائه شده است. محسن کوکتاش رئیس این سازمان اسلامی اعلام کرد این استانداردها برای گوشت و فراوردهای گوشتی و شیر و فراوردهای لبنی نیز در آینده تدوین خواهد شد. پارلمان هلند در سال 2019 با پیشنهاد ممنوعیت ذبح دینی حیوانات موافقت کرد که این امر خشم مسلمانان هلند را در پی داشت. آنها سالها مجبور بودند برای برطرف کردن نیازهای خود به گوشت حلال وارداتی اتکا کنند.